همینه، برو بریم. تا حالا اسم لوتیپوله به گوشت خورده؟ به گوش منم تازه خورده. بیا با من امروز همسفر باش تا بفهمیم رمز و راز این لوتیپولو چیه. اگه میخواییم لوتیپولو رو یاد بگیری و تو خونه بدون منقل و زغال درستش بکنی، تا آخر این ویدیو همراه من باش. این ویدیو برای توست. برای لوتیپولو ما احتیاج داریم به گوشت چرخ کرده حدود 200 گرم بچه ها. من برای دو نفر دارم درست میکنم و حدود 200 گرم هم سینه یه مرغ. برای مزدار کردن گوشتمون یه دونه پیاز احتیاج داریم که این پیاز رو میتونیم رندهش بکنیم یا ساتوری ریز بکنیم. من ترجیح میدم ساتوری ریز انجام بدم. پوستش رو همینطوری یه لایه بیرون رو حتما ازش جدا کنید. حالا میرم که اینا رو نگینه ریز ریز خوردشون کنم. گفتم میتونید رنده هم بکنیدش بچه ها، ولی نمیخوام یه خورده پیازم دونه درشت باشه. خب من پیازم که نگینی کردم، حالا 200 گرم گوشت چرخ کردم و که مثل کباب کوبیده بخروت گوساله و گوسفنده. من یه مقدار گوشت گرفتم برای آموزش کباب کوبیده که به زودی آموزش 0 تا 100 و کاملش رو برات میذارم. خدا وکیل این آموزش رو ببینی بعد نتونی کباب بزنی، دیگه دست من و کسی دیگه نیست، خودت تنبلی. یه مقدار بهش نمک اضافه میکنم، فکر کنم حدود 1 گرم زد. حالا یه مقدارم بهش بوده، نصف قاشق چایخوری هم بهش بوده تخم گشنیز اضافه میکنم. یه مقدارم فلفل سیاه، بچه های مقدار خیلی کمه ها، شاید 0.5 گرم، خیلی نزنید چون گوشت اون انقدر نیستش. خب همین کافیشه. حالا اینا رو با هم دیگه حسابی ساتوریشو میکنم دوباره، گوشت و با پیاز. وقتی که حسابی ساتوریش کردید، حالا یه مقدارم با پشت چاقو قشنگ ماساژش بدید به این شکل، قشنگ بمایدش کف تخت کارتون. چون قرار نیست به سیخ گرفته بشه، خیلی مهم نیست که زیاد ورزش بدید یا نه، با همین پشت چاقو کفایت میکنه براش. حالا تو پسر خوب برگرد به ظرف خودت، بریم سراغ مرغ. حالا من حدود 200 گرم هم سینه مرغ دارم که این سینه ها رو هم به برش های کوچیک، قطعات کوچیک خردشون میکنم و بعد میرم برای مزه‌دار کردنش. در اصل ترکیب لوتیپولو کباب کوبیده هست و جوجه کباب. امروز میخوام این روشتون یاد بدم که دیگه نیازی به زغال و منقل نداشته باشه. دوستانی که فکر میکنن که شاید بریزه برای سیخ وای نسی کبابشون، دیگه اینجا این مشکل رو نخواهند داشت. من اول به مرغام زعفرون میذارم. آخه خیلی زیاد شد، ولی ایبی نداره. این نکته رو بارها گفتم که اول به زعفرون آغشته کنید، بذاریدش کنار، بعد بقیه مواد. بعد از 5 دقیقه حدود 1 قاشق به این مقدار آب لیمو ترش اضافه میکنم. بیشتر نزنید، نمیخوایم مزه لیمو بده. حالا مقداری که احتیاج داره بهش نمک اضافه میکنیم، یه مقدارم بهش فلفل قرمز اضافه میکنم. آخرین فن استادم بزنیم، نصف قاشق چایخوری هم بهش پودر تخم گشنیز. حالا اینا رو حسابی با هم دیگه ماساژ بدید، به هم بمالید، مخلوط کنید، ورز بدید، هر چی اسمش رو میذارید، مواد به خورده هم برن. بعد از پایان کارمون هم یه مقدار بهش روغن اضافه میکنیم. هم گوشت چرخ کردمون آماده است، دست هم مایه کوبیدمون و هم جوجه کبابمون. وقتی کارتون با این دوتا تموم شد، دراشون رو ببندید، با سلفون یا تو ظرف دردار بذارید، 1 ساعت بهش استراحت بدید. بعد از 1 ساعت برمیگردیم. تو این حد فاصل من برم کتمم بذارم.
اونهایی که آموزش کتر رو میخوام ببینن این بالا براتون لینکش رو میذارم، نگاه کنید جامع و کامل هر مدل کتری که بخواد آموزشش داخل کانال وجود داره. پس بریم من کتر رو بار بزنم و برگرد. دستا رو کاملا میشوریم، قشنگ خیسش میکنیم، یه تیکه ازش برمیداریم میندازیم کف دست، چند تا اینطوری بهش ضربه بزنید بچه‌ها، باعث انسجام بیشترش میشه. بعد حالا قلقلش کنید به همین شکل، به این شکل در بیارید، سعی کنید یه اندازه باشن. میریم برای بعدی، دوباره یکی دیگه برمیدارید، چند تا بکوی کف دستتون، دستا کاملا شسته باشه ها، هی نهید من بگید چرا با دست کار میکنی، به خدا با دستکش کار کردن غیر بهداشتی تره بچه ها. و یه دستاتون رو تون تون بشورید. اینم گوله بعدیمون. حالا این توپای خوشگل رو یک کم روغن بذارید بندازید داخلش، بذارید سرخ شد. داخل همون تابه که گوشخ کرده ها رو تفت دادیم، حالا داخل همون تابه چون روغن مزه‌دار و روغن تمدار هستش، جوجه هامون رو هم بهش اضافه میکنیم و یه تفت 3 دقیقه برای هر طرفش کافی هستش. برای 2 نفر 4 تا گوجه فرنگی نسبتاً درشت رو پوست بگیرید، بعد نگینی ریز خودش میکنیم و قراره باش یه سس خوشمزه درست کنیم. خب جوجه همون هم آماده شده بچه ها. اون رنگ رخسار این جوجه ها رو ببینید گشنش میشه. دوستای گلم این لوتی پلو رو دارم برای دوستانی درست میکنم که امکان زغال و کباب رو ندارن، وگرنه من هم میدونم لوتی پلو رو با کباب کوبیدی جوجه کباب رو آتیش درست میکنم. اما این برای کساییه که امکان این که توی خونه شون زغال داشته باشن یا منقل رو ندارن. حالا 30 گرم بهش کره اضافه کنید، نمک میتونه دلخواه خودتون، یه مقدارم سماق، یه قاشقم بهش زعفرون بزنید، 2 تا پینچ فلفل قرمز. حالا یه هم میزنیم، درشو میذاریم و اجازه میدیم کاملا به سس بیفته. درش رو بذارید و بذارید انقدر بپزه که کاملا به سس بیاد. خب دوستان به 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 این گوجه ما کافی پختنش کاملا به اندازه است. هر جا دیدی سفتره میتونید پشت قاشق رو لهش کنید که بیشتر له بشه، ولی این مقدار واقعا کافیه. بذارید یه مقدارم دونه های گوجه یا برش های گوجه، تیکه های گوجه توش دیده بشه. کته ما آماده است. جوجه ها رو به همراه کوبیده قلقلیمون بهش اضافه میکنیم. حالا سس گوجه رو هم میریزیم روش. به 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 چه شود این غذا.
بریم ببینیم برای بار اول چی درست کردیم. محشره. ببینم گوشتش چطور شده. همینه. برو بریم.